مکتب ابتدایم در مزار شریف سلطان غیاث‌الدین و مکتب آخریم در لیسه انصاری. مکتب زیاد خوندیم. از تعداد بعد وارد دانشگاه شدین؟ نه، پیش از اینکه من دانشگاه بخونم استاد دانشگاه شدم. بعد از صنف دوازده؟ بعد دوازده استاد دانشگاه شدم. در چندین جای. به چه اساس شما را پذیرفتن؟ ما در صنف هشت مکتب استادا که نمی بودن، ما صنف 11 و 12 ریاضی درس ندادم. در زمان داوود خان ما در پروت تکنیک و جمعه استادا استاد همکار بودم. باز در زو زبان کسکری ما آمد، ما در پانتون هوایی آمر دیپارتمنت ریاضیات پانتون هوایی و مدافع هوایی بودم. یعنی هیچ دانشگاه نخوندم؟ بعد از او باز رفتم دانشگاه را به شوروی خوندم. چند سال خوندم؟ 12 سال در شوروی تحصیل کردم. زمان لیسانس، ماستر، دکتر، بالاخره 3 سال دیگر موج دانشمندان را درس می‌دادم. مستاز دانشمند های شوروی بودم. زیادتر افتاد پروفیسر دانشمند تحت رهبری من اوجه کار خود پیش می برد که بعد از ایل مجور کردم که ریاضی فلسفی. ریاضی فلسفی شما را مختره یا بنیانگذار ریاضی فلسفی در جهان شناختن. ریاضی فلسفی چیست؟ هر چیز یک فلسفه داره. مثلا تاریخ فلسفه داره، زندگی فلسفه داره، یه چیز نیست که بدون فلسفه باشه. فلسفه ریاضی از زمان یونان وجود داشت، اما ریاضی فلسفی وجود نداشت. ریاضی فلسفی علمی است که تصادف را رد میکند. تمام قانونمندی های علوم اجتماعی را به اساس فرمولای ریاضی یا متدای ریاضی و تحلیل فلسفی ارزیابی میکند. یعنی ریاضی تا حال ریاضی را در جهان تنها در کمیت و در مادیاتش استفاده کردن، در فیزیک استفاده کردن، در کیمیا استفاده کردن، در بیولوژی استفاده کردن، در طبابت استفاده کردن، در تکنیک استفاده کردن، در مریخ استفاده کردن. تمام چیز مدیون علم ریاضی است. ما ریاضی را چی کردم؟ در اجتماعات به کار بردم. شد علم ریاضی را در چی به کار بردم؟ در تاریخ. تاریخ تصادفی نیست، روی یک قانونمندی است. مثلا تاریخ افغانستان، کدام تاریخ استقلال افغانستان را میگیرید؟ 1919. 1919 اگر در انگلیسی که نشتهش کنی واو الف واو الف واو واو خوانده بشه دستور. یعنی 1919 اگر نگویی میگه مچم. مثلا شما چند سال هستید؟ میگه مثلا 25 ساله. اگر 25 نگویی میگه مچم. من روز تاریخ چند از مچم، نماز پیشین چند رکعت از بگی مچم. ریاضی رو که جامعه بکشی جامعه به منطق میشه مچم میشه. بس ریاضی رو در علوم اجتماعیات، در اسلام، در علوم قرآنی، در فلسفه، در حقوق، در تمام ابعاد علوم اجتماعی میل ریاضی کی ساختم و می خاطر بنیانگذار علم را شناختم. درست. یکی از آثار شما به نام نظم قرآن مجید از دیدگاه ریاضی فلسفی است. دیم چی موضوعات گنجانده این؟ روی چی موضوعات بحث داره؟ در جهان سه قسم مردم وجود دارم. ما در یک جامعه فاقد معنویت ضد دین در وجود تحصیلات خود به کار بردم، تحصیلات کردم به خاطر که اون خودخواهی که در داخل در وجود ما بوده، که یعنی همیشه باید از خود مرد دیم گپ خود دیم، اینی بود که من در مقابل کمونستا همیشه در تضاد قرار میگرفتم، گپای زور را قبول نمیکردم. باید از چی کنم، چطور کنم خود اول قناعت بتم و اونا را قناعت بتم. بالاخره دیدم انسان ها رو در سه کتگوری یافتم. یک کتگوری انسان ها منطقی اون است، یک تعدادش مردم های دوگم است، یک تعداد مردم هایی که تام راست میگی تام راست میگی. سوال شما یک ذره یک باید تشریح کنم ببینه که من چی میخوایم. انسان های منطقی اون در تمام ادیان پیششان تمام مربوط به تمام ادیان که هست بسیار کم دین پذیرفتن. مثلا یک منطقی نه که یک سانیستس یهود ها بسنجه این که دین خود نپذیرفته، یک ریاضیدان یا یک فیزیکدان بودیزم ببینه سر دین خود سوال ها داره، یا عیسوی. همین آدم هایی که سانیستس هستن به نام کسانی که میتافیزیکی کار کردن، کسانی که فلسفی کار کردن، چرا تیکه دارای دین به سوال های زیاد جواب قناعت بخش نمیده؟ یک تعداد مردم دو گم است که پذیرفته، که مثلا بابین پذیرفته دیگه برای بابین حاجت نیست که کسی که مسلمان های است که از طفلیت پذیرفتن اسلام بر... نو سوال هم خلق نمیشه، عبادت خدا میکنن، نماز خدا میخونن، سوال نمیکنن، گناهگار نشن. وقتی که میراثی است و از
مولوی صاحبم که سوال میکنه میگه کفر گفتی. یک تعداد مردم از خود عیار میکنه میگه تام راست میگی تام راست میگی. و به خاطر که من خود قناعت داده باشم من یک تحقیق شروع کردم سر ادیان و بالاخره سر اسلام. گالی کدام از ادیان واقعا کتاب خداست و دست نخورده که امور بپذیرم. بالاخره در ریاضی ثابت ساختم که کتاب کتاب محمد نیست، کتاب کتاب خداست. که چنانچه امروز بر ما آب ثابت میشده که هیدروژن دو اکسیژن یک ایر طبیعت یا خدا جور کرده یا میکروب ما در شیم ندیدیم توسط تلسکوپ میکروسکوپ میکروب چی هست یا سیارات را ندیدیم توسط تلسکوپ میبینیم. توسط ساینس و ریاضی فیزیک ما علوم میپذیریم. ما توسط همین اسباب ریاضی فلسفی ریاضی من قرآن را تحلیل تجزیه کردم که در طور مثال قرآن کریم هفت منزل داره. چرا هفت منزل داره؟ مثلا نور در هفت در یک ثانیه هفت بار در گرد زمین حرکت میکنه. کلیم و هفت سراخ داره، سراخ های مرهیش 14 سجده تلاوت داره. چرا 14 سجده تلاوت داره؟ 30 جز داره قرآن کریم. هیچ حکمت است که 30 جز داره. 114 سوره داره قرآن کریم. بالاخره اگر وقت ضایع میشه بشه تو یک مرور برات میکنم به هر کدامش سوال داشته باشی برات میکنم تخته باشه سر امکان که از مقدمه خلاص داشتیم. 30 جز داره، 114 سوره داره، 558 رکوع داره قرآن کریم، 6236 آیه داره قرآن کریم که به علما میگن 6666 آیه داره که من حساب کردم قرآن کریم. شما در خانهاتون حساب کنین 6236 آیه از قرآن کریم. 430 آیه دیگه تفاوت میکنه. 430 آیه دیگه نمیفهم در جهان در کجاست. در حالی که من پیداش کردم در زمان طالبا من مولوی ها را درس میدادم، من قایم مقام خطیب پول خشتی بودم. بالاخره 430 آیه زیر در مقطعات شریف پیدا کردم و زمین شوای زمین برابر آیات های قرآن کریم است. 2214 الفاظ داره قرآن کریم. الفاظش یعنی چه؟ من الله علیه علیه یعنی زبر زیر پیش الفاظ تغییر میده. یا همه قدر میور زمین است که 77976 کلمه داره قرآن کریم. 30 قول داره کدامش 28 قول 27 قول است. من قول های اتفاقی و کمپیوتری شد در کار گرفتیم. 1,5684 نقطه داره قرآن کریم. در اینجا کلگی زمان شیعه سنی اسماعیل تمام علما موافق هستند در زمان مروان این نقطه گذاری شد که زمین ما در فی ساعت سرعتش به طور اوسط 1,5684 کیلومتر است. که همه قدر قرآن کریم نقطه داره. 3,3708 عرف داره قرآن کریم. چی مفهوم داره؟ اما تو 52,242 زبر داره قرآن کریم. 8,804 پیش داره قرآن کریم. 39,582 زیر داره قرآن کریم. 1,771 مد داره قرآن کریم. 1,220 شد داره قرآن کریم. 1,596 جیم جازیز داره قرآن کریم. 3,348 توی مطلق داره قرآن کریم. 194 بار جبرئیل امین یا مدد. 4,472 آیت در مکه نازل شده. 1,764 آیت در مدینه نازل شده. تمامی اعداد برای من یک مفکوره داد که دیگه حرفا زیاد است که چرا وقت برنامه ما جواب نمیکنه کلا براتون تشریح کنم. سر تمام ارقام از این من یک تحقیقات انجام دادم. بالاخره نتیجه گرفتم که مثلا یک میگه عدد یک سعی کنیم یک عدد تاق است. بعد از یک سه است، بعد از سه پنج است، بعد از پنج هفت است. میگه یک سه پنج یک ست تاق است. یک سه پنج هفت، یک سه پنج هفت. میشه 1,357 سعی کنین یک تصاوت است. یک تصاوت است. امید یک تصاوت در بین ارقام قرآنی ما یافتم. همون تصاوت که در تاریخ است، یعنی انقلاب ایران است و کودتای ثور افغانستان است. تمام چیز روی قانونمندی هاست. امید قانونمندی ها رو مکشف کردم. بالاخره بنیانگذار دی شدم. نظر به می گفت که من در قرآن کار کردم و در تاریخ شوروی کار کردم که شکست شوروی و شکست کمونیسم ایران. شما نظریه لایتناهی را چیزایی نوشته بودین، گفته بودین، نظرات دی رابطه ایراه کرده بودین. اگر یک بطور مختصر و خوش شده شد کم توضیح بودین. همین ارقام عداد